ادامه درس اول از کتاب Mindset for IELTS 1 page 10 خب بریم سراغ پارت 5 میگه identifying keywords in these questions ما دنبال این هستیم که کلمات کلیدی رو پیدا بکنیم یه تیپ ما داده اینجا میگه before you look for the answers to a question میگه قبل از اینکه دنبال پاسخ یک سوال بگردید it helps if you find the keywords پیدا کردن کلمات کلیدی به شما کمک میکنه این کیوردز ها چی هستن the most important words in the question پس کیوردز ها مهمترین کلمات هستن this will This will help you find the information you need. و میتونه اون اطلاعاتی که نیاز دارید رو به شما کمک کن اونها رو پیدا بکنید. به طور مثال example What do young people often think about older family members? خب اینجا نگاه میکنیم خودش هم زیرش خط کشیده که در این سوال young people و older family members به عنوان keywords های ما هستن خب میگه اینجا بیاید و keywords ها رو پیدا بکنید number one what percentage of children live in extended family in asia the middle east, south america and sub-saharan africa می می‌بینیم که کلمات کلیدی ما اینجا پرسنتیج هست extended اکستندد فامیلیز هست آسیا میدلیست و تا پایان جمله فقط اندرو نباید به عنوان، کیورد در نظر بگیریم سایر کلمات کیورد هستند نمبر 2 why are grandparents often less busy and stressed than parents خب میبینیم که کلمات کلیدی ما اینجا grandparents هستن که راجعشون داره صحبت میکنه less busy stressed و parents پس ما اینجا پدر بزرگ مادر بزرگ ها پدر مادر ها دو تا از کلمات کلیدی ما هستن less و استرس هم کلمات دیگری ما هست 3 what do young adults often think living alone will be like خب ما باید اینجا بگردیم ببینیم کلمات کلیدی ما چی هستن یک young adults هست دیگه think هست لیوینگ هست و در حقیقت Living alone با هم دیگه است پس ست کلمه کلید داشتیم Young adults think و living alone اگر از این دست مطالب خوشتون میاد ازتون میخوام یه کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید که وقتی ویدیوی منتشر میشه از اون اطلاع پیدا کنید ماف سامش بریم سراغ پارت 6 میگه که answer the questions in exercise 5 follow the advice in the box بریم ببینیم این باکس چی گفته when you are answering a question وقتی میخواد یک سوالی رو پاسخ بدید اولین چیزی که باید دقت کنید decide on the keywords and the question and thinking of words with a similar meaning پس میگه بعد بگرد دنبال کیورد هاش دیگه باید چیکار کنید move your eyes quickly across and down the text looking for the keywords میگه باید چشماتون سریع به توی مد دنبال ها words that mean the same یا کلماتی که هم معنی با کلمات کلیدی هستن don't read every word همه کلمات رو نباید بخونید به این کار میگن چی؟ scanning وقتی این کار رو انجام بدید یعنی شما اسکنینگ کردید دیگه باید چه کار کنید؟ If the text has headings, اگر تیتر داره use them to help you decide which parts of the text to look at first میگه باید بگردید به با اون تیتر را نگاه بکنید هدینگ رو نگاه بکنید ببینید که اون سوالی که میخواد پاسخ بدید تو کدومی که از این پاراگراف ها یا متن هستش و پارت بعدی when you find a keywords read the text around it to make sure you have Found the right information میگه وقتی کیورد رو پیدا کردید اون باید برید اطلاعات دورش رو بخونید متن دورش رو بخونید تا بر اساس ها متوجه اطلاعات درست بشین حالا سال پنج ادامهش گفته که از این follow the advice in the box از این اطلاعاتی که به ما توی یا پیشنهادی که توی باکس به ما داده اون رو پیروی بکنید و سوالات پنج رو پاسخ بدید خب سوال اول چی بود توی تمرین قبلی گفته بود چه درصدی از children what percentage of children living extended family in Asia چند درصد بچه ها در خانواده های بیش از پدر و مادر رو اینا زندگی می کنید خانواده که با امه و خالو اینا هستن بگیم over 40% بیش از 40% در آسیا میدل ایست و غیره هستند. نمبر 2 why are grandparents often less busy and less stressed than parents؟ چرا پدربزرگ و مادربزرگ نسبت به پدر و مادرها استرس کمتری دارند و مشغله شون کمتری؟ میگیم جواب دور اینه. 2 they are often retired. ما اغلب بازنشسته و نمبر 3 what do young adults often think living alone will be like؟ میگه جوانان فکر میکنن زندگی تنهایی چجوریه میگیم 3 جوابش اینه they think it will be exciting فکر میکنن که پر از هیجان هست بریم سراغ تمرین 7 uh, میگه read this exam task and answer answers to the questions what is wrong with the answers match answer one through four with the advice A through B below. خب یه سری سوال جواب به ما داده بعد میگه که شما ببین پاسخ درست یا غلطه و اگر اشتباه بود بیاد بر اساس اون اطلاعات A, B, C, D که پایین داده بیاد اینو چکار بکنید مچ کنید و حالا اگه فکر میکنید که غلطه درست کنید یه نکته هم اینجا گفته گفته که answer these questions choose no more than two words and or a number from a passage for each answers میگه که وقتی میخواد پاسخ بدین این که از نکات کلیدی آیلتس که وقتی که میخواد پاسخ بدین اینجا گفته بیشتر از دو کلمه نباید باشه یا مثلا یک کلمه با یک عدد باشه یا دو تا عدد باشه اینا رو باید دقت کنید شماره اول one. What percentage of children in South Africa live with their extended family؟ خب گفتیم در چه درصدی از بچه های آفریقایی آفریقای جنوبی با در خانواده های بزرگ زندگی می کنن انسری که به ما داده گفته 20% باید ببینیم آیا جواب درسته یا نه میبینیم که جواب صحیح تو جو بی هست یعنی در حقیقت چرا این سال اشتباهه چون جواب میشد over 40% دلیلی که این اشتباهه به این صورته ما باید بگیم اول over 40% و سانیان ما باید دلیلمون بی باشه چرا اینجا غلطه میگه در بی گفتیم که make sure that you see the correct information when you answer a question میگه وقتی میخواد یه سوالی رو پاسخ بدید باید مطمئن باشید که اون پاسخ درسته make sure make sure that you use the correct information که دارید از اطلاعات صحیح استفاده میکنید خب یک لحظه بریم ما اینجا بی رو ببینیم بله بی رو اگر دقت بکنید اینجا این هست ما correct information رو اینجا استفاده نکردیم و همه بریم question number two What helps children in extended families learn about the past? جواب اکتاده grandparents stories خب این یه جورایی هم درسته یعنی اطلاعات رو درست داده اما یه اشتباه ریز هم داره ببینیم چجوری میتونیم این رو تصحیح کنیم میگیم که ما بر اساس اطلاعات گرامری باید در حقیقت اینجوری میشونیم چون grand parents یه دونه اینجا اپوستروف اس میذاش بعد از grand parents و در حقیقت میشه بعد از اس اینجا مینیمیسم براتون grand چون جمع هست اپوستروش رو بعد بذاریم بعد از است و استوریز رو دقت بکنیم وقتی میخوایم استوریز رو جمع ببندیم وایمون تبدیل به آی میشه و میشه استوریز جمع بسته میشه حالا این اشتباه املایی داره دیگه ما باید بگیم که جواب این سوال ما باید جوابش این بود و دلیل اینکه اشتباه بود دی هست چرا؟ چون در دی گفته که be careful with the spelling you can lose marks if your spelling is wrong and question number three what negative word can describe how it sometimes feel, feels to live alone میگه یه کلمه منفی رو باید به ما بگید که زندگی تنهایی رو داره به ما شهر میده احساس ما رو از طریق اون میگه ببینید شماره سه گفته Living alone can be lonely میگیم که سوال سه فقط یک کلمه Negative word که میشه lonely میگیم این هم دلیلمون A هست چرا؟ چون A میگه Don't write more than the number of words you are given You must write full You mustn't write full sentences میگه وقتی گفته یک کلمه فقط یک کلمه باید بنویست و نباید یک جمله کامل رو بنیمیست. و اما سال 4 Question number 4 According to the Italian proverb who should you when you have a problem خب، و داشتیم وقتی مشکلت باید به کی زنگ بزنید جواب که به ما داده شده your grand در که باید میگفت چی your grandmother خب به نظرتون ایرادی که اینجا گرفته چی هست بله میگیم سی هست چرا؟ چون سی گفته don't change words in the text کلماتی که داده به هیچ عنوان تغییر ندید remember the instructions tell you choose words from the text گفته کلماتی که تو متن رو برید پیدا کنید نرید از خودتون یه چیزی رو بنویسید خب ما هم همزمان انجام دادیم که گفته بده now correct the answers in exercise 7 و ما پاسخ ها رو تحصیح کردیم که اینجا شماره uh, C رو بعد میگفتیم grand mother نه بعد میگفتیم grand خب و اما پارت 9 grammar focus میخواد راجبه tenses زمان ها صحبت کنه میگه به این سوالات پاسخ باید شماره یک number one what these are the most what tense are the most of the verbs in the text میگه بیشترین زمانی که این مطلی استفاده شده چیه میگیم present simple یا yeah, simple present زمان حال ساده و number two choose the correct reason for the choice of tense میگه که دلیلی که ما از این زمان استفاده کردیم چی بوده؟ میگیم جواب گزینه B هست چرا؟ The verb describe things that are generally true میکرد دلایلی که ما از زمان حال ساده استفاده میکنیم اینی که داره به طور طبیعی اون چیزهایی رو بیان میکنه که درست هستن واقعیت داره اون چیزهایی که اتفاق میفته مرتب و اما دوتا گزینه دیگر نیستن بریم پیج 11 پارت 10 grammar focus adverbs of frequency قیدهای تکرار تو پارت 10 میگه identify the frequency adverbs in these sentences from the text یه نکته ما گفته پس ما اینجا باید بگرم دنبال قیدهای تکرار ما این اینجا نکته همون چیه مثال رو دقت کنید میگه grandparents often have more time to read to children اینجا آفن رو میبینیم یکی از قیدهای تکرار هست و محل قرارگیریش رو میبینیم حالا ادامه چی گفته؟ Often is an adverb of frequency. It gives us an idea of how often something happens. میگه که often قید تکرار به ما میگه که یک چیزی که به که اتفاق میفته. The present simple زمان حال ساده tells us about regular events زمان حال ساده در مورد اون اتفاقهایی که regular هستن داره صحبت میکنه and adverbs of frequency are common with this tense و اینکه ما از قیدهای تکرار در زمان حال ساده استفاده کنیم یک چیز کامن و رایج خب بریم اینجا بریم نمبر 1 Your family is always on your side خانواده همیشه پیش توه قید تکرارمون چیه؟ Always کجا اومده بعد از Is اومده دیگه چی؟ Number two Teenagers often prefer ببین often اینجا اومده کجا اومده قبل از فعل اصلیه prefer پس بر اساس این میفهمیم که adverbs of frequency بعد از فعل توبی میاد و قبل از فعل اصلی نمبر 3 as they are often retired باز اینجا often رو ببینید قبل از بعد از فعل آر اومده و نمبر 4 they usually get usually رو ببینید قبل از فعل اصلی get اومده و 5 sometimes they feel closer to their grandparents than their parents اینجا ببینید که sometimes در اول جمله بوده حالا اینو براتون توضیح میدم که دلیلش چیه نمبر 11 رو ببینید میگه study the position of frequency adverbs in the sentences in exercise 10 with a partner میگه بیاد با دوستتون بحث کنید راجع به حل قرارگیری قیدهای تکراری که در مورد داشتیم work out some rules on the position of frequency adverbs و روی اون قانونی که محل قرارگیری ها رو تعییم می کنه چیکار کنید با دوستتون صحبت کنید خب این تمرین رو یه بار دیگه به صورت براتون بگم میگیم که the frequency adverb is usually between the subject and the verb پس میگه اغلب محل قرارگیری قیدای تکرار بین فاعل و فعله مثل I often cook often بین فاعل و فعله When the verb is to be وقتی که فعل ما to باشه the adverb comes after the verb مثل it is always cold و زمانی که فعل ما توی باشه قید تکرار بعد از توی میاد Some frequency adverbs can also start the sentence بعضی از قیدهای تکرار میتونه جمله رو باشون شروع کنیم مثل Sometimes I watch TV Mr. Shomali Pantry would do sometimes they feel closer.